شما دوستان رو در برنامه‌مون داریم. درود بر شما حبیبی عزیز، سلام، خسته نباشید. دوربینتون فکر کنم باید برگشت. بله الان درست شد. مرسی. سلام آقای حبیبی. سلام، حال شما خوبه؟ حالت خوبه؟ سلام دارم، سلام دارم خدمت همه دوستانی که هستن. بله آقای حبیبی، ما طبق روال همیشه برنامه ها صبر میکنیم تا دوستان بیشتری به ما بپیوندن اگر موافقی. به هر حال من در خدمت تو هستم و دیگه حالا هر کاری که لازمه بگید من بکنم. یک کمی هم منتظر میمونیم که چون تازه شروع شده، یکی دو دقیقه منتظر. بله به نظر من شروع کنیم الان تعداد بچه‌ام داره یواش میاد. بله بفرمایید. پس من یک بار دیگه سلام میکنم، درود میفرستم به همه شما بینندگان عزیز. از حضور تک تک شما در این برنامه و همینطور همراهیتون با ما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه امروز بتونه مورد توجه شما قرار بگیره. ما مثل همیشه مشتاق شنیدن شما، دیدن کامنت های شما و همینطور پرسش های شما از مهمان برنامه هستیم. امروز 9 جولای 2023 هست که به تاریخ ایرانی میشه برابر با یک شنبه 18 تیر 1402، که یک اشاره هم بکنم، تاریخ 18 تیر برابر هست با سالگرد سرکوب خونین جنبش دانشجویی در سال 1378 که توسط آخوند خاتمی و دیگر عوامل سرکوبی که جالبه بدونید که یکی از اونها الان شهردار هست و دیگری رئیس مجلس انجام شد و خود رئیس جلاد هم که به عنوان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای که معرف حضور همگان هست. یعنی میخوام بگم که ببینید که کشور به دست چه جنایتکارانی افتاده. اما برگردیم به موضوع برنامه. چند روز پیش برابر با 1 جولای مقاومت ایران در کش و قوس یک جنگ سیاسی تمام عیار با حکومت پلید آخوندی و طرف حساب‌های مماشاتگرش مراسم سالانه خودش رو با به چالش کشیدن قانونی تصمیم
قضایی و قانونی محکوم شده بود توسط دولت بلژیک متاسفانه آزاد شد و این رو در و بعد از اون بودی فاصله کوتاهی بود که ما شنیدیم که دولت فرانسه هم متاسفانه تظاهرات مجاهدین رو، همایش مجاهدین رو ممنوع اعلام کرد. این یک طرف قضیه. و از یک طرف دیگه که رژیم اعلام میکنه همیشه که مجاهدین در ایران مطرح نیستن، محبوبیت ندارن، اما میبینیم که به هر دستاویزی مستمسکی آویزون میشه تا بتونه مجاهدین رو سرکوب بکنه و به طور خیلی روشن از مجاهدین میترسه و در این راه، در راه سرکوب مجاهدین حاضر هر هزینه ای رو هم بپردازه. در این زمینه هم خوشحال میشیم برای ما توضیح بدید. من بعضی از چیزها رو دیگه بهش عادت کردم، میدونم اینا جاودانه است، میدونم وقتی که رژیمم سقوط کرد و مردم ایران مقدم مجاهدین رو در خاک ایران و در شهرهای ایران گرامی داشتن و خواهند داشت و به رأی و اراده مردم، اگر که انشالله اراده خدا بر این باشه، از صندوقهای رأی هم بیرون خواهند اومد، باز یه عده میگن مجاهدین محبوب نیستن و محبوب نبودن و نخواهند بود و این محبوب نبودنشو باید ببینیم محبوب کی. بله، من قاطعانه میگم مجاهدین محبوب نیستن، محبوب فرانسه نیستن، محبوب آمریکا نیستن، محبوب سلطنت طلبا شاهپرستا نیستن، محبوب ساواکیا نیستن، محبوب خامنه ای نیستن، محبوب همه این آدمایی که گفتم که اینا همشون آدم بدای قصه ما هستن در این روزها، بله مجاهدین اصلا محبوب اینا نیستن. چقدر خوب، خدا رو شکر که من با مجاهدینی هستم که محبوب اینا نیستن. چه شرمی بر من می بود اگر که هوادار نیروی بودم در ایران که محبوب اسرائیل و آمریکا و آخوندها و فرانسه و این و اون بود. در آنچه هم که به مردم برمیگرده، شاخص محبوبیت همین چیزی که شما میبینید، شاخص آمار ارقامه. شاخص اینه که یک جا در یک فراز 30,000 اینا دیگه چیزایی نیستش که بشه زیر سوال برد یا چکی توش کرد. 30,000 جوان ایرانی گفتن آقا ما از مجاهدین حمایت میکنیم. گفتن به خاطر همین میفرستیمتون بالای دار. گفتن بفرستید، ما از مجاهدین حمایت میکنیم، مجاهدین محبوب ما هستند. امروز یه قلمش اینه. همین چند روز پیش بیش از 3,000 جوان که در قیام نقش اصلی و اساسی رو داشتن با این اسم و رسم وارد صحنه شدن و سازمان ملل و بقیه سازمان‌های حقوق بشری میشناسن، اسماشون رو میدونن. واقعیتی که کسی نمیتونه انکار کنه، محبوبیت یعنی این. محبوبیت یعنی این که در پلاس ووبان پاریس ده ها هزار نفر پرشور و یک دست و بدون دعوا و تو سر هم زدن و چاقو کشی و پرچم کشیدن پایین این حرفا، همه با هم یک دست یک دل محبوب بودن، یعنی این. این محبوبیت. در آنچه که به قبلش برمیگرده، من یه خود شاید این محبوب بودن ذهنم رو گرفت، سوال شما رو شاید دوباره بگین ببینم حرف خارج از چیز نزنم. سوال اگر موافق باشین، چون چند سوال هم در اینجا مطرح شده، برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به دوستان اختصاص بدیم، یکی از دوستان پرسیدن که چگونه میتوانیم مهره‌های رژیم رو شناسایی کنیم که خاک میپاشن روی راه حل درست به اسم مخالفت با رژیم. بهترین شیوه شناسایی کردن مهرهای رژیم حرفاشونه. شما یه اتفاقی که میفته ببینید خامنه ای و پاسدارا چی میگند، بعد ببینید بقیه چی میگند. اگه دیدید یه سری حرفایی میزنن که پاسدارا و خامنه ای و آدم کشای پاسدارا میگن، بدونید اینا با پاسداران. حالا اگه اینجاشون درست نوشته رضا شاه یه تاجم رو سرشونه، باور نکنید، اینا پاسدارن. مثلا یک خانمی هست به اسم کاملیا انتخابی فرد، ایشون خیلی ترگل برگل شیک و پیک، خیلی هم چی میگن، فکر میکنه چه از این بابت چه ترگل برگل شیک و پیک و رنگیه، گلی به سر ملت زده. دائم هم زنان میهن ما رو که رنگل آبی نیستن و خلاصه ساده زندگی میکنن تحقیر میکنه
اینو به عنوان یه چیز فردی نمیگم، به عنوان یک فرهنگ زشت متعفن از یک پرستوی افشا شده منفور شناخته شده رژیم به اسم کمیلیا انتخابی فرد میشنوید شما، که دائما زنان محجبه رو تحقیر میکنه، انگار که هر کی که حجاب سرش باشه زشته، هر کی هم که حجاب سرش نباشه خوشگله. خب اینجوری نیست، حتی زیبایی های ظاهری هم اینطوری نیست. ولی غیر از این اومده نشسته جلوی یک کسی دیگه که مدعی خبرنگار حرفه‌ایه به اسم سیامک دهقانپور. آدم خبرنگار حرفه‌ای اگه حرمت خبرنگاری رو بخواد حفظ کنه باید مواظب باشه چی میگه یا چی میشنوه. یه جایی که یه چیزی میشنوه که چرت و پرته مستند نیست، یه نقی بزنه بگه این حرف شما مستند نیست. این سیامک دهقانپور نشسته بود جلوی این کمیلیا انتخابی فرد، همونطوری که دیوار نشسته، انگار که یه دیوار نشسته جلوی این پرستو و رژیم. و این خانم رژیم اومده بود راجب دستگیری، راجب حمله‌ای که دولت آلبانی کرد به قرارگاه اشرف 3، راجب اون داشت حرف میزد، چرت و پرت زیاد گفت، حرفای خامنه‌ای رو خیلی زیاد گفت، همه رو تکرار کرد. ولی یه چیزی که گفتش که هیچ کس نگفته بود، خامنه‌ای هم نگفته بود اینو، خود آلبانیایی هم نگفته بودن، اصلا نمیشه گفت. گفت که مجاهدین به نظر میاد که توی اشرف 3 خرید و فروش مواد مخدر میکردن، یعنی یه چیزی که در واقع اگه کسی اونجا بود باید یه بد و بیراه سنگینی بهش میگفت. خب این سیامک دهقانپور همون دیوار نشسته بود، هیچی هم نگفت، نه این خبرنگاره و اونم که خب معلومه پرستویی که رژیم به عنوان خبرنگار پرتابش کرده، یه رسانه هم براش درست کرده، دهن پرکر، ایندپندنت فارسی، روزنامه ایندپندنت، یه روزنامه مهمیه، نشریه مهمیه. اینا میانی اسما رو میگیرن یه سری میچسبونن بهش، یه سایت و یه کامپیوتر و یه پرستو پشتش. مثل این یه نمونه بود. خب این رژیمه، این خامنه ایه، منتها خامنه ای از نوع ابلهشه، چون ابله باید باشی بگی که مجاهدین در آلبانی خرید و فروش مواد مخدر میکردن. میتونی بگی رفتن کامپیوترشون گرفتن چون از اونجا رژیم رو هک میکردن، میتونی بگی رفتن کامپیوترشون گرفتن چون از اونجا سازماندهی میکردن، کانون شورشی را میداختن، این حرفا رو میتونی بزنی. دروغ و راست بودنش چیزه زیر سواله، ولی یه چیزیه که به اصطلاح به قول اسفانیا میگنجه، یعنی میشه گفت که بله بالاخره این حرف یه اعتباری میشه بهش داد. ولی خرید و فروش مواد مخدر تو دیگه از پاسدارا عقب افتاده تری، ابله تری. خب این یه نمونه بود. یه نمونه دیگه، یه آقایی هستش خیلی عصاقورت داده است، نوه یکی از خائنین تاریخ ایران به اسم تقی‌زاده. تقی‌زاده یکی از بزرگترین خائنین به ملت ایرانه، در تاریخ برید بخونید، این نوه اونه فکر میکنم یا فامیل اونه، به هر حال اسمش مال اونه. این اومده میگه که این خیلی اتو چشیده است تو حرف زدن. حالا داستان اینا چیه؟ این از اون طاغوتی هاست، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، به سن و سال ما موقع انقلاب اینا که خیلی پهلوی چی بودن بهشون گفتن طاغوتی، چون ساواکی بودن، یه سری هم آدم های با آلاف و لوف رسیده بودن زمان شاه، به اینا میگفتن طاغوتی، از اون طاغوتی هاست. اینا از اونایی هن که به اصطلاح نوکری شاه جزو دین آیونشون، یعنی صبح که بلند میشن به جای نماز خوندن یه تعظیمی به شاه میکنن، چکمه شاه رو میلیسن. نوکری یه فرهنگه، اینا تو فرهنگشونه، یعنی تو ذاتشون فرهنگ نوکر بودن و نوکر معابی تو ذاتشونه. این نوکر شاهه، نوکر شاه پیشینه، مخلوعه. یه توضیح کوچیکم راجع به مخلوع بدم. شاه مخلوق یعنی شاه خلع شده. این مخلوع بودن شاه مال انقلاب 57 نیست، این مال مجلسیه که در زمان مصدق، به مجلس مردم یعنی آرای مردم، در زمانی که مصدق نخست وزیر بود و شاه کودتا کرد، به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان مردم ایران شاه رو خلع کردن، یعنی شاه بعد از اون موقع دیگه سلطنت از سلطنت خلع شد، برای همین میگن شاه مخلوع، یعنی خلع شده.
یعنی شاه از سال 57 به بعد دیگه شاه مخلوع بود رسما و قانونا، چون مجلس مردم ایران مخلوعش کرده بود. حالا این بابا هنوز دنبال اون شاه مخلوعی که الان پوسیده رفته، حالا تا الان سعی میکرد سیاست به خرج بده، اسم مجاهدین رو زیاد نمیورد، یواشکی رد میکرد، اسم میگفت ولی اسم نمیورد. حالا اومده نشسته میگه که مجاهدین که دیگه تموم شدن، دیگه نیستن، بعد سوسیالیستا دیگه رفتن، نمیدونم نول فلانا رفتن، اینا رفتن، اونا رفتن. یه دعوایی هم دارن با این آدمایی که رژیم فرستاده تو دم و دستگاه پسر شاه، یعنی زیر عبای پسر شاه الان یه سری آدمایی هم که اینا رو وزارت سپاه، اطلاعات سپاه اینا رو تزریق کرده به دستگاه پسر شاه. این طاغوتیا با اونا مشکل دارن چون جاشون رو گرفتن اونا. الان مثلا این تقی‌زاده باید کنار پسر شاه می بود، پسر شاه راش نمیده. حالا دعوایش که با اونا داره با این به اصطلاح مشروطه خواهان جدید یا نئو مشروطه خواهان، که از نظر اون نئو مشروطه خواهان در واقع میگه اینا مشروطه خواه نیستن، تقلبی ان، قبلا اصلاح طلب بودن، قبلش همه حفاظت حراست دانشگاه ها بودن. توی وسط این دعوایی که با اونا چیز کرده یقه مجاهدین هم چسبیده. حالا اومده، یعنی اومده راجع به اونا حرف بزنه، ولی اومده یه روزه آلبانی هم خونده. تو روزش دیگه شده چی؟ شده در واقع کاسه خیلی خیلی داغ‌تر از آش. اومده میگه که آلبانی حق داره، حق حاکمیت ملیشه در خاک آلبانی، مگه میشه یکی بیاد یه کاری بکنه؟ اجازه داشتن، اینا کار درستی کردن، کسی مگه حق داره؟ اینا اصلا حق ندارن فعالیت سیاسی بکنن. انگار که خب این واقعا خیلی گنده تر از دهنش حرف میزنه، چون کسانی که به مجاهدین در 40 سال گذشته گفتن شما حق فعالیت سیاسی ندارید رئیس دولت بودن. یک آدم زوار در رفته به بازی گرفته نشده یه طاغوتی که دیگه کسی به بازی نمیگیرتش و برای اینکه این شوهای تلویزیونی رنگ و بوی داشته باشه میارنش، چون خیلی حرافه و کتابی حرف میزنه، اصلا در مقامی نیستش که بشه به حرفش توجه کرد، این حرفش ارزشی داشته باشه. چرا من بهش میپردازم که حرفش ارزش داره اگه ارزش نداره؟ چون حرف رژیمه. پس ببینین تو پیشونیش نوشته طاغوت، شاه نوشته، از اونایی هم نیستش که خود رژیم تصدیق کرده، بلکه از چکملیسان شاهه، ولی حرف خامنه ای رو میزنه برای اون دوستمون که سوال میکنه. چرا؟ چون اومده میگه چون میخواد رژیم رو این کار کنه که بگه که آلبانی حق داره جلوی مجاهدین بگه چون فعالیت سیاسی میکنن. انگار که مثلا شیراک که در سال 1364 به آقای رجوی گفت یا فعالیتتون رو تموم کنید یا از خاک فرانسه برید، آقای رجوی پاسخش رو داد، گفت ما نیومده بودیم اینجا بریم خونه و زندگی درست کنیم، بریم تعطیلات، بریم در کنار ساحل و ویلا بشینیم کنار دریا، ما اومده بودیم برای مبارزه. شیراک امروز باز یادآوری میکنم زیر خاک پوسید و رفت با بی آبرویی، میخواستن محاکمش کنن، خودش زد به مریضی و به آلزایمر، ولی تحت زیر یعنی غیر قانونی بود، خیلی کار غیر قانونی کرد، وقتی میخواستن محاکمش کنن با بی آبرویی فرار کرد رفت. آقای رجوی با قدرت تمام و با صلابت تمام دیرپاترین مقاومت تاریخ بشر در برابر دیکتاتوری رو، دیرپاترین مقاومت تاریخ بشر در برابر داره به پیش میبره، دیرپاترین مقاومت، دقیق کلمات هم. این سرنوشت آدم هست. این آدم که اصلا قد قوارش این حرفا نیست، ولی چون داره حرف رژیم رو میزنه دارم کد میدم، میگم این حرف رژیم رو میزنه. یا یکی دیگه هستش مثلا امیر طاهری، این بهش میگن استاد همه جا، این یکی از کساست که افتخاراتش اینه که چکمه شاه رو میلیسیده، الانم میگه نوشته رسما هست. من از دوستان خواهش میکنم، کسانی که صدای منو میشنون، یک یاری به من بدن. من حرفای من همه مستنده، ولی میتونن همین سندها رو به صورت کامنت پای همین لایو بذارن، اصلا همین رو چک کنید، امیر طاهری چکمه شاه، جملش رو بیارید. گفته من افتخارم اینه که چکمه شاه رو لیست بزنم، الانم اگه بتونم لیست میزنم. حالا این آدم که به عنوان نویسنده و سردبیر و به صلاح شاخص مطرح میشه، اومده یک سری حرفایی رو زده
که توش همش با لباس، البته همین زدن به مبارزینیه که برای آزادی تو این 40 سال 50 سال و بیشتر گام برداشتن، از 100 سال پیش به این طرف، و میگه که این اسما همه فلانه، همه الاس، همه از دور خارج شدن، لیبرالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، فلان، اینا از دور خارج شدن و فقط موندیم ما. و این یه جای دیگه هم یه چیزی گفته، من الان چون دقیق نمیدونم، در همین رابطه آلبانی، این رو اگر دوستان پیدا کردن الان کدشو بذارن که من حرف غیر مستند نزنم. اینا نمونه ها. یکی دیگه هستش مثلا به اسم بهراد توکلی. این یه بابای تو 10 سال پیش، همین 10 سال پیش توی ایران، این تار میزنه، هنرش تار زدن، خیلی خوبه، منم تار دوست دارم. منتها تا قبل از قیام، یعنی تا 1 سال پیش، یعنی تا 10 ماه پیش، حدود 2300 تا ویدیو در فضای مجازی گوشتی که فقط تار میزنه، یعنی اصلا کاری به سیاست نداشته. 10 سال قبلم برای رژیم قلم میزده. من یه ویدئوی پر کردم، اسنادش رو منتشر کردم، یعنی در رابطه با موسیقی و هنر و اینا توی رسانه‌های رژیم قلم میزده، کارش نوشتن برای رژیم بوده، رژیمی بوده، یعنی آدم میرزا بنویس رژیم بوده. 10 سال پیش، از 10 سال پیش تا الانم هیچ فعالیت سیاسی در هیچ کجا نذاشته، فقط تار میزده، آموزش تار میداده. از 10 ماه پیش شده سیاسی. حالا تو این 10 ماه اومده، چون خیلی قالتاق و دورا هم انداز و پدر سوخته و دروغگوه، اومده تو لس‌آنجلس هم هست، بر رژیم هم خیلی براش مایه میذاره. این از اون سلولای خفته است با عرفان قانعی فرد که یک پاسداریه که تو فضای مجازی عکساش با محسن رضایی و با آخونده اینا خیلی به طور گسترده هست و یکی از جدیترین آدما و آدمای اطلاعات سپاهی که در خارج کشور فعاله. یا یک کسی دیگه هستش اسمش هم رفت. اینا یه باندن جمع شدن، اینا همون باندی هن چی گفتم، اینا تزریق شدن، اینا همه پاسدار اطلاعاتی رد بالا هستن، تزریق شدن به فضای اپوزیسیون خارج کشور. اینا تحت عنوان شاه پرست و سلطنت پرست، اینم اومده باز دوباره به همین داستان پرداخته. بی سوادم هستن، یعنی اینقدر بیست، مثلا دیروز اومده میگه که یعنی به عرفان قانعی فرد زده، گفته که این اومده یه مقاله راجع به اشرف دهقانی نوشته. حالا اشرف دهقانی کیه؟ همونیه که قرارگاه اشرف رو به اسمش اسکوزاری کردن. یعنی اینقدر این بابا نمیفهمه که بابا بله؟ اشرف ربیعی، اشرف دهقانی. آره نه، این نمیدونه که اون اشرف ربیعیه، میگه اشرف دهقانی. عرفان قانعی این آخه اینقدر زیاده، من سر شما درد میارم، من چون حوصله دارم اینا رو میخونم دنبال میکنم. اون اومده یه مقاله مثبتی راجع به اشرف دهقانی، چریک بزرگ و کبیر فدای خلق، منتشر کرده. این حالا اومده به اون میزنه، میگه که تو چرا راجع به اون اشرف دهقانی نوشتی؟ این همونیه که این قرارگاه اشرف رو به اسم اون اشرف کردن. اینقدر بی سواده که نمیفهمه قرارگاه اشرف نامش مال اشرف به اصطلاح رجوی هست و که با نام اشرف ربیعی فعالیت شروع کرد. و این یک چیز جدیدی در واقع، یک داستان، یعنی در بیسوادی اینا یک گام جدیدیه. من نمیدونم، از اینا زیاد هست، من فکر کنم به همین چند تا بسنده کنیم. دست شما در نکنه. اتفاقا من دوستم چند وقت پیشم صحبت‌های خود خانم اشرف دهقانی رو گوش می‌کردم راجع به شکنجه‌هایی که در دوران ساواک برای ایشون روا شده بود که کم از همین رژیم در حال حاضر نداره، یعنی برای سرکوب و روی قدرت موندن شاه و شیخ دقیقا مثل هم عمل میکنن. پرسش های زیادی مطرح شده، من بخوام به نوبت بگم. یکی از دوستان پرسیدن پیام اصلی این اجلاس چه بود؟ اصلی تا این پیامش اینه که مردم ایران 40 ساله که برای سرزمین زدن آخوندها تلاش میکنن، یعنی هیچ وقت این حکومت رو نپذیرفتن و این مردم امروز جانشین این رژیم رو دارند. ببینید در سیاست در جهان، در امر سیاست در جهان به اصطلاح امروز، مسئله آلترناتیو مسئله مهمیه، یعنی دولت‌ها، حکومت‌ها، دولت‌های
غربی نمیتونن تصور اینو بکنن که در یک کشوری مثل ایران، در جایی که ایران واقع شده، هرج و مرج باشه. مجبورند که به یک حکومت، یعنی مسائلشون، نون و آبشون به این در گروه این هست که در ایران، در این قسمت از جهان ثبات باشه، امنیت باشه، به نوعی نسبی، نه برای مردم، برای منافع اینا، یعنی برای گاز، برای نفت، برای آبراه دریایی. تو منطقه یک ثباتی وجود داشته باشه. این رژیم متزلزله، سالهاست، دهه هاست که متزلزله و اینا میدونن که این رژیم میفته، در حال افتادنه. براشون مهمه که بدونن که این رژیم یک آلترناتیو داره، یعنی بعد از اینکه این رژیم افتاد، این منطقه دچار اختشاش نمیشه، بی نظمی نمیشه، نفت و گاز و خلاصه منافع اینا به خطر نمیفته. این اجلاس با در تمامیتش این رو به نمایش میذاشت، یعنی قدرت یک تشکل منسجمی با تجربه رو که به عنوان آلترناتیو داره عمل میکنه و در پهنه سیاسی میتونه دولت مردان جهان رو با خودش همراه کنه، میتونه در 26 کشور جهان اکثریت نمایندگانی که به آرای مردم انتخاب شدن رو با خودش همراه کنه، میتونه در یک چتری با همه مشکلاتی که وجود داره برای این کار، به لحاظ امنیتی، به لحاظ لوجستیک، جمع کردن آدم ها، این همه آدم در یک روز یا دو روز یا سه روز در یه جایی مشخص، واقعا در توان فقط یک دولته. یعنی دولت هایی هم هستن که به هیچ وجه همچه کاری ها نمیتونن بکنن. همین امروز در جهان دولت ها و حاکمیت هایی هستن که خاک دارن، مردم دارن، حکومت دارن، پولم دارن، ولی این اجلاس رو نمیتونن برگزار کنن. این یک قدرت نمایی سیاسیه. چرا؟ چون در طرف مقابل، قدرت نمایی سیاسی به کی؟ به مردم و به نمایندگان مردم. چرا این قدرت نمایی سیاسی لازمه؟ چون دولت ها این رو نفی میکنند. دولت آمریکا تقی به تقی میخوره، میگه من این مجاهدین رو قبول ندارم، اینا رو به رسمیت نمیشناسم، اینا آدمای ما نیستن، خدا رو شکر، خدا رو شکر. یا فرانسه همینطور، یعنی حاکمیت ها این آلترناتیو رو نفی میکنند. حالا این آلترناتیو نمیتونه که با اینا بجنگه، که توپ و تانک بیاره اینا رو بگه چرا پدر سوختمان نفی میکنید، میاد به زبان سیاسی جوابشون رو میده، نماینده هاشون رو میاره، محکم میزنه تو گوششون، میگه ببین در 26 کشور اکثریت نمایندگان کشورت با من بودن، من حمایت کردن. آقای 26 حاکمیت در کشور تو، اکثریت نمایندگان مردم من رو به رسمیت میشناسن، برنامه 10 ماده‌ای من خانم رجوی و شورای ملی مقاومت رو به رسمیت میشناسن، پس حرف بیجا نزن. این معنیش اینه به لحاظ سیاسی، یعنی با ابزار مردم بزنی تو سر حاکمیت های به اصطلاح مماشاتگر. مماشات هم کلمه که اینقدر گفته شدن سایده شده، من میگم حاکمیت هایی که خلاصه رژیم مالی شدند، رئیسی مالی شدند. بهتره کلمش. مرسی از شما. اگه خستتون نمی کنین، یک پرسش دیگه هم هست دوستی پرسیدن، چرا مسئولین جامعه غرب مادامی که در مسئولیت هستن حامی سازمان نبوده و پس از عزل مسئولیت همراهی می کنن؟ خیلی ساده است. وقتی در حاکمیتند، یعنی قدرت دستشونه، باید حساب پس بدن. به کی باید حساب پس بدن؟ به کسایی که اما بهترونن، چون معمولا کسی همطوری علکی به قدرت نمیرسه هیچ کجا. باید حساب پس بدن به کسایی که ابزار این دنیا دستشونه، به کسایی که خلاصه نان و آب و نون و آب و گاز و نفت مردم دستشونه، جان مردم دستشونه. اینا که در قدرتن همشون یه جورایی و به صلاح نماینده اونانت، حالا اسمش هرچی میخواید بذارید، تراست ها، بانک ها، کارتل ها، از ما بهتر اونها، نمیدونم چی بود این اصطلاحی که خیلی الان زیاد به کار میبرن، خلاصه چی جهانی، سرمایه‌داری جهانی،
نئو نمیدونم چی چی. خب وقتی که تو قدرتن، یعنی وزیرن، رئیس جمهورن، یعنی قدرت دستشونه، چون قدرت مال اینا نیست، قدرت مال اوناست. حالا اونا که این پولا دستشونه، سرمایه ها دستشونه، قدرت رو برای 4 سال میدن به اینا. اگه آدم های خوبی باشن 4 سال دیگه هم بهشون میدن، اگه شلوغ نکنن، حرف گوش کن باشن، بهشون قدرت میدن. حالا طرف وقتی دیگه تو قدرتیست میاد بیرون، حرف خودش رو میزنه، حرف خودش رو، حرف بچه هم مقاومتی هست، مردمی هستن که میرن به اینا مراجعه میکنن، اون وجه انسانی اینها رو برجسته میکنن در درونشون، یعنی به انسانیت اینا مراجعه میکنن. طرف حالا تو قدرت نیست، انگیزش کمتره برای اینکه نفی بشه، مثل آقای بانکیمون مثلا. خب الان بانکیمون حمایت کرد، در حالی که بانکیمون در تمام دورانی که رئیس سازمان ملل بود ده ها و صد ها نامه از جانب آقای رجوی براش فرستاده شد، من مشخصا اینا رو دنبال میکردم، صد ها شاید غیر واقعیه ولی ده ها. خب بالاخره عکس العملش این نبود که الان هست، یا خانم نامه‌ای که خانم رجوی براش میفرستادن، عکس العملش این نبود که الان هست. خب تو قدرت نیست، الان آزاده، میشه به انسانیتش مراجعه کرد. رمزش در اینه، الان آدم خودشونند، اون موقع آدم خودشون نبودن. حالا شما با توجه به توضیحاتی که دادید، من فکر میکنم پاسخ این دوستی هم که سوال کردن به لحاظ سیاسی اعتبارتان چه میزان است، درش تا اندازه زیادی مستطر بود، ولی اگر اعتبارشان تا چه میزان است؟ میگه به لحاظ سیاسی اعتبارتان چه میزان است، منظور اعتبار سازمان مجاهدین. آها، اعتبار سوال خیلی خوبیه، این نباید ازش گذشت. اعتبار رو باید تعریف کرد، اعتبار رو باید تعریف کرد. اعتبار از این بابت که میتونند یک رژیمی رو به طور مستمر به خطر بندازن، یک دیکتاتوری رو که میبینیم در برابر حاکمیت‌های غربی خیلی بی‌پرواس، حرف گوش نمی‌کنه، هی میگن بمب درست نکن، درست میکنه، گروگانگیری میکنه، حاکمیت قدرت گردن کلفت وحشی، درسته؟ خب این حاکمیت، اعتبار این مقاومت از کجا میاد؟ این که این حاکمیت رو به لرزه میندازه، ارکانش رو به لرزه میندازه. یعنی هر چند وقت یه بار طرف بیاد تو تلویزیون میگه خدا ما رو نجات داد. این که من میگم، اینو من نمیگم، سرکرده کل نیروهای انتظامی رژیم در سال 1398 بعد از قیام اومد تو تلویزیون نشد گفت خدا ما رو نجات داد. اگر دوستان اینو دارن باز به صورت کامنت بذارن. بارها بارها رژیم میگن آقا هر خبری هست، هر کجا، هر مشکلی، هر معضلی که ما داریم، رد این منافقین، یعنی خودش منافقه، منظورش مجاهدین، میگه رد اینا پشتشه. یا شما ببینین اومده یه سری مکالمات داشته در چارچوب وزارت خارجه‌اش با دولت‌های غربی، با بلژیک، با فرانسه، با همه جا. خب یه دفعه نشسته می‌بینه که این سازمان مجاهدین رفته این نامه‌هاشو در آورده تو تلویزیون داره نشون میده. اعتبار یعنی این، اعتبار یعنی که طرف آروم نداره، یعنی خامنه‌ای آرامش داره. تصور کنید خامنه‌ای خوابیده، بیدارش می‌کنم میگم بلند شو مجاهدین نامه‌امون رو در بردن تلویزیون پخش میکنن، باید بوده تلویزیون روشن کنه ببینید چی شو دارن پخش میکنن، تا صبح بلرزه. اعتبار یعنی این، اعتبار یعنی قدرت ضربه زدن، اعتبار یعنی این که فرداش طرف بیاد بعد از که تو پلاس ووبان جمع شدید بیاد بگه آی چرا به اینا تریبون دادید، فوش بده به فرانسه، بگه با هم قرار داده بودیم تریبون ندید، چرا تریبونه. یعنی اعتبار یعنی که تمام هم و غمش اینه که چیکار کنه که جلوی اینا رو بگیره. هر جا که میره اولین چیزی که میخواد سر مجاهدینه. تو آلبانی رفته میگه فعالیت اینا کم بشه یا فعالیت نداشته باشن، چیزی که ادیراما میگه. یعنی اعتبار یعنی این، یعنی میگه آقا اینا مهمن، فعالیتشون مهمه، نذارید فعالیت کنن اینا، آقا من خواب ندارم، میترسم از اینا. اعتبار یعنی این.
حالا یک شخصی هم در اینجا پیام گذاشتن که گویا یه رأی‌گیری از همه مردم ایران کردن که میگن که مجاهدین، البته به همون لفظ رژیم گفتن منافقین، علیه ایران و ایرانی قیام کردن. من ایرانیم و نظر تمام ملت رو هم میدونم از این فرقه تبهکار کسی حمایت نمیکنه. خلاصه اینم. خب منم به این آقای که دانشش اینقدر زیاده که نظر 80 میلیون انسان رو میدونه میگم خب باشه، فرض کنیم شما راست میگی، برای اینکه ثابت میکنی که راست میگی برو به خامنه ای رهبرت بگو که آقا اجازه بده فردا یک انتخابات آزادی در ایران باشه، همونطور که خانم رجبی گفت، و فقط قول بدن که دستگیر نکنن مجاهدین رو، دستگیر نکنن، زندان نکنن، نمیخواد بهشون چیز بدن، امکان انتخاباتی و تلویزیون و اینا بدن، هیچی بهشون ندن، فقط دستگیرشون نکنن، نکشنشون، اجازه بدن تو انتخابات شرکت کنن. این که کاری نداری، که برو به رهبرت بگو آن دانشمندی که الان پای صف من نشسته حرف منو میشنوه، به رهبرت بگو آقا اجازه بده این مجاهدین به قول تو منافقین بیان و در انتخابات شرکت کنن تا ببینیم. آخه حرف که، حرف خالی که فایده نداره که. حالا تو بگو همه مردم ایران از شما متنفرن، من میگم همه مردم ایران از خامنه ای متنفرن. من سند و مدرک دارم الان برای شما، خیلی ساده است. من میگم اگه راست میگید تظاهرات مردم رو جلوش نگیرید، بذارید 100 نفر بشه 1000 نفر، جلوی 1000 نفر رو نگیرید بذارید 2000 نفر، خودتون خواهید دید که مردم چقدر کیو متعکی متنفرن و کیو دوست دارن. نکشید، تیر نزنید تو چشم مردم، بذارید مردم جمع شن. اگه راست میگید، اگه راست میگید فقط بذارید مردم بیان تو خیابون. شما مردم اجازه نمیدید بیان تو خیابون برقصند، شما مردم اجازه نمیدید برای هیچی، میخوان بیان برن 13 به در نمیذارید، چه برسه به اینکه بیان نظر سیاسی بدن. خب باشه، بجنگ تا بجنگیم. فکر میکنم این همه رو درست گفته، منتها منظورش از همه اونهایی که در دستگاه شاه و شیخ هستن، بله، از بله. همه آدم هایی که دوروبر اون میچرخن، بله، چون هر کدوم از ما دوروبرمون یه ما هر کدوممون دوروبرمون یه 2300 تا آدم بیشتر نمیبینیم، خیلی چه ببینیم 1000 تا، این احتمالا یه 1000 تا بسیجی و فات کماندو و پاسدار بسیجی و اینا میبینه، احتمالا به خاطر اینه. یک پرسشی رو که من رسیدم یادداشت بکنم رو الان از شما میپرسم، ولی پیش از اون از دوستانی که مایلن بیان بالا صحبت بکنن ازشون میخوام که لطفاً با ادمین هماهنگ بشن و بیان و به صورت تصویری پرسش خودشون رو بگن. دوستی پرسیدن که در مورد لطفاً توماج صالحی و هنرمندان سیاسی دربند هم صحبت کنید. البته موضوع برنامه نیست، ولی نمیدونم شما صحبتی میخواید در این رابطه داشته باشید. من احساس و نظر شخصیم رو میگم. توماج به نظر من خیلی متفاوت بود در قیام. توماج یونیک بود. احساس من تا این نقطه اینه. هم شعرش مثل خودش بود، چون تو شعرش طیف کسانی رو که در زیر عبای خامنه‌ای فعالیت میکردن همه رو افشا کرد و این برای من خیلی جالب بود. من نظیر این شعر رو ندیدم. اون که شعر سوراخ موش بخرش، شما میبینید که خیلی طیف گسترده‌ای از کسانی رو که در خدمت رژیم هستن، چه عوامل شاه و چه عوامل شیخ، به طور خیلی تیز و مشخص افشا میکنه. هنرمند دوزاری، نمیدونم، همه کسایی که اتفاقا کسایی هم که تصویر گذاشته بودن، ما به ازای همه کسایی که میگفت این برن سوراخ موش بخرن، چهره و تصویر پیدا میکنم. من الان حضور ذهن ندارم، ولی قشنگ معلوم بود که شعرش برای همه آدم ها ساختش، مثلا برای کاملیا انتخابی فرد فکر کنم یکشون هم همین بود. از این بابت خیلی یونیک بود. تمام رسانه‌های دروغین رو و فکر رو برده. آفرین، رسانه‌های دروغین، آدمای دروغین، آدمای رژیم، مزدورا رو همه رو چیز کرده. از این زاویه منحصر به فرد بود. نکته دومی که برای من جالب بود این بود که یه جا به زبون خودش ازش شنیدم که مرزبندی کرده بود با شاه و میگه من سلطنت طلب نیستم. از این زاویه خب نشون میده که
به هر حال مرزی که کشیده شاخص چیزش هم هست، شاخص رشد سیاسیش هم هست، مرز نشاه نشیخ که بسیار مهمه. مرز نشاه امروز به اندازه مرز نشیخ مهمه. من کسانی رو میبینم که با شیخ خیلی زاویه دارن و خیلی تیز میکنن روی شیخ، خیلی خوبه. تو تمام این سالا میشد فقط به این بسنده کرد، ولی حتما و حتما باعثی روی مرز نشاه امروز تأکید کرد. خیلی مهمه نشاه گفتن به اندازه نشیخ گفتن مهمه. اگه دیروز یک واحد مهم بود، امروز صد واحد مهمه. این رو برای میگم که کسان دیگه هم هستن که تو صحنه فعالن. و مهمتر از همه بها و قیمتیه که داده. ما هاست که الان زیر تیغه از این بابت. ولی چی میگم، یه مشکل دیگه هم که هستش اینه که خب رژیمم ددمنشه و شکنجه هاش منحصر به فردن. چی بگم، هر چی بگم ازشون هیچ خبری هم نیست، همچنان در افرادی هن. در بسیاری از کشورها هم چند روز پیش براشون ببخشیم برای آزادیشون فراخوان داده شده بود. امیدواریم که من به عنوان یک هموطن و به عنوان یک جوان دوست داشتنی و هنرمند که شعراش و کاراش خیلی قشنگی هست، خیلی نگرانشم و آرزوی اینو میکنم که پایدار و استوار این آزمایشاتی که پیش روش هست بگذرونه، فرزند بلوبند و دلاور مردم ایران باقی بمونه و این ابتلایی که به هر حال زندان و شکنجه شوخی نیست، از خارج نشستن در ساحل آرام راجبه کسی که تو زندان ها حرف زدن کار بسیار سختیه. در پناه خدا باشه، در پناه خدا باشه و در پناه مام میهن باشه. خب من نمیدونم از ادمین برنامه خواهش میکنم اگر دوستی هستن که بخوان صحبت بکنن خودشون. نه هنوز بالا که اونجایی که من متوجه شدم بچه ها دوستان فقط دوست دارن که صدا رو بشنون، آقای علی رو بشنون. من خیلی هم نوشتم واسه بچه ها که اگه کسی درخواست داره بیاد بالا، ما باز کردیم و میکروفون بازه. من یه نکته هم میخواستم بگم اگر که فرصتی باشه ازش استفاده میکنم. این مسئله مهمیه، از این بابت گفتم که از موضوع بحثمونی خوده جداست، ولی به هر حال مسئله‌ای که به نظر ما باید بهش پرداخت. بله میشنویم. ببینی درک و شناخت نقطه‌ای که توش هستیم خیلی مهمه. همه ما باید بدونیم واقعا در چه نقطه‌ای هستیم، میهن ما در چه نقطه‌ای، رژیم در چه نقطه‌ای و ما مقاومت ایران در چه نقطه‌ای هستیم. در 20 روز گذشته مقاومت ایران، سازمان مجاهدین به طور خاص، ضرباتی رو متحمل شده. ضرباتی توی آلبانی، یا مثلا اگه فرض کنیم آزادی اون تروریست رو بگیم نوعی به نوعی ضربه محسوب بشه، اینها ممکنه که این تصور رو ایجاد کنه که مثلا رژیم پیروزی هایی رو به دست آورده. اگه درست نگاه نکنیم این تصور ممکنه به اصل قضیه یا واقعیت قضیه بچربه. ببینید پلیس آلبانی رفته در قرارگاه اشرف 3، رفته اونجا چیکار کرده؟ 200 خورده کامپیوتر رو برشته آورده بیرون. کامپیوتر هم آورده بچم یه شایعی انداختن یا یه خبری انداختن که این کامپیوتر ها میخوام بدن به تهران. پس شما 3 تا چیز رو خوب میشتوین: یکی کامپیوتر و سرور مجاهدین، یکی کلمه تهران یعنی رژیم، و یکی هم 1200 تا پلیس. همین 3 تا رو کنار هم بذارین از توش میفهمین که این سرورها یا این کامپیوترها برای رژیم مهمن، اونقدر مهمن که 1200 پلیس میگه بلند شو برن بردن بیان. حالا 1001 میشه چیز کرد، شایعه ساخت، آقا تو این سرورها نمیدونم این بوده، تو اون سرورها اون بوده. هیچ کس نمیدونه تو این سرورها چی بوده و هیچ کس هم نخواهد دونست به جز پلیس آلبانی که الان میدونه، و حالا اینکه چقدرش میره دست رژیم یا نه، همش دیگه حدس و گمانه. این سرورها چیه، چی بوده، چی بوده. ولی یه سری چیزایی هستش که ممکنه این تصور رو ایجاد کنه که مثلا تو این سرورها اینا بوده. مثال میزنم،
مثلا میگن آقا یک گروه به اسم قیام تا سرنگونی چیزای رژیم رو هک کرده، درسته؟ به اصطلاح مخزنای اطلاعاتی بسیار مهم رژیم رو هک کرده. خب این یه واقعیتیه. ممکنه کسی تصور کنه حتما کار این سرورها بوده یا کار این چیزا آلبانیا بوده، این بماند. یا اینکه سازمان مجدی اطلاعیه داده که اگر این اطلاعات به دست رژیم بیفته بسیار فاجعه است و جانهای زیادی به خطر میفته. خب ببینی واقعیت اینه که خب خیلی ها با سازمان مجاهدین در ارتباطن، کانونای شورشی باشو در ارتباطن. خب این یه واقعیتی که اطلاعاتی که تو این کام برمیگرده به این خانواده ها اطلاعات بسیار مهم و محرمانه هستن، ولی همه اینا واقعیت هاست، اتفاقاتی که افتاده. اگه واقعیت ها رو بزنیم کنار، پشت اینا یه چیز مهمتری رو میبینیم. سازمانی هست، آدم هایی هستن، نیروهایی هستن که کارهاشون اینقدر مهمه، اینقدر آسیب زده به این رژیم، اینقدر قوی شدند، من رو این جمله میخوام تاکید کنم، اینقدر قوی شدند که قادرند با هر ابزاری که دارند رخنه کنند توی خلوتخانه خامنه ای یا رئیسی و اسناد مهم و از به اصطلاح اطلاعات بسیار مهم رو در بیارن. پس ببینید این پیام قدرت رو نباید فراموش کرد. اصل قضیه اینه، اصل قضیه این نیستش که سرورها رو گرفتن یا میخواد بره ایران یا فلان، اونا نتیجه اینه. پس بفهمیم که مقاومت ایران در نقطه از قدرت قرار گرفته که رژیم با ارباب اصلیش، یا به هر حال چون همه این چیزا ما میدونیم به هر حال تو فرانسه، فرانسه است که تصمیم میگیره، اونجا هم آمریکاست، گفته بم میدم بم نمیسازم تو هم اینا رو فلان کن. باش، اینا حدسیاته، تحلیلاته، تحلیل هاست، ولی واقعیت اینه که بالاخره رژیمی هست و آمریکایی هست و فرانسه، یه طرف هم مجاهدین هست. صورت مسئله معادله، این معادله رو بفهمیم، یعنی امروز او در روی مقاومت ایران و کارهایی که این مقاومت میکنه، چه مسئله قیام تا سرنگونی باشه و هک کردن، چه کانون شورشی یا هر چیز دیگه ای که من اصلا هیچی راجبش نمیدونم، طرف حسابش دیگه فرانسه و آمریکا و مابزاش رژیم که با بمب اتمی اینا رو تهدید میکنه. اگر این جایگاه قدرت رو بفهمیم، گامهای بعدی رو استوارتر برمیداریم. آنچه که مسلم است، نه آلبانی عراق است هست و نه کامپیوترها هزاران هزار ارتش و تانک و این چیزا، نه گرفتن سلاح‌ها و توپ و تانک مجاهدین رو ضعیف کرد با مقاومت ایران که قوی تر هم شد، ده ها بار قوی تر شد، نه گرفتن 213 تا کامپیوتر و نه تهاجم به آلبانی که به هر حال کشور اروپایی محسوب میشه، اصلا نباید اینو، قابل مقایسه نیست با حکومت وحشی خونریز مالکی در عراق. پس من نمیگم که این مهم نیست، من میگم واقع بین باشیم. واقع بین که باشیم، گامامون رو برمیداریم، گامای بعدیمون رو استوارتر برمیداریم، میفهمیم تو نقطه خیلی قوی هستیم، میفهمیم بله اینقدر قوی هستیم که دست به دامن رئیسی، دست به دامن ما مکرون شده، 90 دقیقه مکرون مالیش کرده، رئیسی مالیش کرده که جلوی تظاهرات ما رو بگیره. ما قوی هستیم، یعنی داریم میترسونیم، یعنی رژیم رو میترسونیم، یعنی رئیسی رو میترسونیم، یعنی مکرون رو به مشکل انداختیم، یعنی دولت آمریکا رو به مشکل انداختیم، یعنی روی میزی که یه طرفش فرانسه، یه طرفش آمریکا، یه طرفش رژیم نشسته، اون سر ریز هم مقاومت ایران نشسته. اینو اگه ببینیم، از هیچ کدوم اینا واپس نمیخوریم، واهمه نمیخوریم، قدرت خودمون رو میبینیم. هیچ کدوم اینا ضربه ضربه است، ضربه پیامد داره، مثل هر چیز دیگه مجاهدین از ضربات همیشه قوی تر بیرون اومدن. این حرف علکی نیست، تو 40 سال گذشته اگر کسی مدعی این حرف منه بیاد بگه، یک ضربه رو شما مثال بزنید که مجاهدین درش قوی تر بیرون نیمدن. خودشون اصطلاحا میگن ما هر شری رو هر چقدر هم که عظیم باشه به خیر عظیم تبدیل میکنیم. این شرها هم به خیر عظیم تبدیل شده و خواهند شد. شر فرانسه که به خیر عظیم تبدیل شد، بیاورویش موند برای همه اونایی که میخواستن جلوی مجاهدین رو بگیرن، بور شدند، بور
اونایی که نشستن توییت زدن خوشحال شدن گفتن فرانسه جلوی موجه بگه، اینقدر بور شدن که آدمایی که نسوخته بودن رو دیگه سوزوندن. این تقی‌زاده نسوخته بود، یکی دیگه هم بود نسوخته بود، یعنی علنا فرقه فرقه. آها این آخوندی، این آخوند، آخوندزاده، آخوند، آخونده، همین آخونده، آخوندزاده، آره این قایم میکرد بازیشو. توی تظاهرات بلژیک اولین تظاهراتی گذاشته بود، من رفتم دیدمش، یه سری از هوادارا اومده بودن اونجا، ما رفتیم گفتیم آقا ما اومدیم اینجا میخوایم تظاهرات کنیم، این عکس پسرش ها چیه اینجا اومده بالا، این زشته، آخه ما اومدیم اینجا تظاهرات کنیم برای زن زندگی آزادی، برای قیام در ایران، عکس دیکتاتور آوردی بالا. گفت من کاری نیستم، نمیتونم جلوی اینا رو بگیرم. به خود من گفت، گفت من فقط میتونم این بالا رو کنترل کنم که این عکسش بالای استیج نیاد، تو مردم نمیتونم جلوش رو بگیرم. اینا رو به خود من گفت. این موزه چند وقت پیششه، اون موقع است تو بلژیک اولین تظاهرش گذاشت، الان چند ماه میگذره. بعدش دیدیم رفت گفت من این 16 رو خیلی دوست دارم، خودشو 16 مالی کرد، الانم که اومد خودشو خامنه ای مالی کرد. کسی که میگه فرقه یعنی از اطلاعات سپاه دست نوشته گرفته، یعنی چیزی که داره میخونه رو اطلاعات سپاه بهش داده. اینا هم تبدیل شدن به عوامل برون مرزی. من برای همین کلمه مزدور و کلمه عامل رو جدا کردم، یه تصحیحی هم کردم اسمش گذاشتم شاه و شیخ، دیگه نمیگم سپاه، چون الان در دور و بر شیخ شاه هم سپاهی زیاد هست، سپاهی یعنی سپاهی آدم کش، بسیجی سپاهی، دور و بر شاه در همین واشنگتن و جاهای دیگه هم پر از بسیجی و سپاهیه، برای همین من میگم بسیجیان شاه و شیخ، واقعیت رو دارم میگم. بله، شناخت این آقای آخوندی که دیگه الان انگار شکل و محتوا رو همه رو با هم دیگه یکسان کرد خیلی سخت نبود، چون در همون برنامه بلژیک من هم که بودم چیزی که برام جالب بود اطرافیانش بودن که بعضی ها اصلا از مزدوران شناخته شده بودن. خب این خودش جای سوال داره که چطور میشه که تو از این بر دم از حمایت از مردم ایران بزنی و از اون بر دست در دست مزدوران داشته باشی و حلقت کرده باشن. اما یک دوستی در رابطه با همین صحبت هایی که داشتید و بسیار هم به جا بود پرسیدن که اگرچه پلیس آلبانی اذعان داشته که خبری که رژیم منتشر کرده در ارتباط با اینکه کامپیوترها و یا سرورهای مجاهدین به دست اونها افتاده دروغ هست، اما اگر فرض بذاریم که 1% هم این اتفاق افتاده باشه، الان با اطلاعاتی که رژیم یا پلیس، حتی خود پلیس آلبانی در دست میتونه داشته باشه، چه اتفاقی برای جوانان قیام، هواداران مجاهدین و یا کانونهای شورشی میتونه بیفته؟ من که دستن در کار مستقیم یا مطلع نیستم، که چون منم یک هواداری هستم که فقط اخبار رو میخونم و انقدر که میفهمم، فقط اون چیزی که میتونم بگم اینه که اولین بار نیستش که اطلاعات رزمندگان آزادی در این میهن به خطر میفته یا در معرض این قرار میگیره که مثلا رژیم بهش دسترسی پیدا کنه، و این چیزها هیچ وقت این مقاومت رو تضعیف نکرده. من یادمه در سال 1963 یک سازماندهی جدیدی درست شده بود در ایران که اون موقع آقای رجوی در فرانسه بود و فرماندهان، خیلی از فرماندهان از بیرون از خاک ایران یک سری تیم‌های عملیاتی رو در داخل خاک ایران سازماندهی کردند و اینها به اصطلاح وارد عمل شدن، ضربه زدن، به ضربات خیلی شدیدی رو زدن به رژیم، میزان عملیات خیلی زیاد شد و خیلی از آخوندها، من یادمه یک مصاحبه‌ای داره موسوی تبریزی با ماهنامه، فکر میکنم اسمش چشمنداز باشه، مال این میسمی، که تو اون خیلی دقیق توضیح داده که میگه ما در اون سال، در اون تابستان از خونه‌هامون بیرون نمیمدیم، آخونده از تو کوریدور فقط رد می شدن، وقتی که یعنی اونطوری سازماندهی کردن. و من یادمه که در اواخر سال 63 حالا شایعه بود که ارتباطاتی که از خارج از ایران
گرفته شده، شنود شده توسط مثلا یه دولت خارجی و این شنودها به آخوندها داده شده و اینها موفق شدن که در یک عملیات به اصطلاح تور و این حرفا بهش میگفتن شبکه عبدالله پیام اگه یادم باشه، موفق شدن که 40 واحد عملیاتی رو ظرف 24 ساعت دستگیر کنن، فرماندهانشون و اعضا و این تیما رو یک جا اعدام کردن، از بین بردن. خب یه ضربه مهمی بود، به لحاظ نظامی ضربه مهمی بود، ولی حاصلش جمع‌بندی بود که منجر شد به تشکیل ارتش آزادی بخش. یعنی اینا واقعیت‌های تاریخی که من دارم برای شما میگم، آنچه که اتفاق افتاده و امروز میتونیم برین تمام گزارشاتش رو پیدا کنین، هستش توی سایت سازمان مجاهدین. من یادمه 40 فرمانده نظامی برجسته با هم دستگیر و اعدام شدن توی چند روز. اینه، ولی حاصلش اون شد. حالا این که این اطلاعات چی هست، چقدر مهمه و چقدر نیست، این سازمان سازمان بی تجربه ای نیست، سازمانی که تجربه همه این چیزا رو داره، تجربه ضربه داره. حتما که پیشبینی میکنن، تمهیداتی رو به کار میگیرن، آثار ضربه رو کم میکنن، در این شکی نیست. و من تردید ندارم که هرچی که باشه حاصلش رشد همون نیروهایی که در داخل ایران فعالیت میکنن، یعنی چندین و چند مدار جنس مبارزه کانونای شورشی رو ارتقا خواهد داد، تو این شکی ندارم. به تجربه از شاهزاده بخش میگم، به تجربه لیبرتی میگم. وقتی لیبرتی رو میکوبیدن، خب به هر حال خیلی از فرمانده ها زیر تیغ بودن، فرمانده های والا مقام و با تجربه مثل حسین ابریشمچی شهید شدن و یه خواهر دیگه ای. ولی ما میبینیم که تشکیلات سازمان مجاهدین قوی تر از اون در اشرف سه قد بلند کرد، سر بلند کرد و قیام 1401 رو سازماندهی کرد و به بهترین وجهی به اصطلاح ریشه های رژیم رو زد تو اون 8-9 ماه با کانونای شورشی. اینا واقعیت های پیش روه، نه ادعاست، نه بی محتواست، نه خالی بندی. از این بابت من نگران نیستم. میدونم که ناخدا را که کشتیبان این ناخدای این کشتی و کشتیبان تجربهش کم نیست و خانم رجوی و دیگر فرماندهان و اینم یکی از فرازها و یکی از فازهای این مبارزه است. اساساً هم یک پاتکه، نه یک تک. برای اینا میگم که فرق تک و پاک. تو عملیات وقتی شما حمله میکنین میگن تک، وقتی شما دفاع میکنین میگین پاتک، اگه اشتباه نکنم، من خیلی علمم زیاد نیست. خلاصه یک عکس العمل در مقابل تهاجماتی که ارتش آزادی، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق به طور خاص به رژیم کردن، پاسخ به تهاجمات این در چه پاتک محسوب میشه، اگه اشتباه نکنم. اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنی. خواهش میکنم، هر فکر میکنم همونه، اول تکه بعد تلفظش میشه پاتک. منم دقیقه نمیدونم، اما همونطور که خودتونم گفتید حتما که سازمان با این همه تجربه‌ای که در این سالیان در مبارزه با دو تا دیکتاتوری شاه و شیخ داشته، اونقدر تجربه داره که تمهیدات امنیتی رو حتما رعایت کرده باشه. ولی با این وجود باز هم شورای ملی مقاومت هم در همین زمینه اطلاعیه داد که اگر این اتفاق بیفته، خب باید در واقع انگشت اشاره رو به سمت کسانی گرفت که این کار رو انجام دادن و سرورها و کامپیوترهای یک سازمان انقلابی رو، یک اپوزیسیون که آلترناتیو رژیم هست، رو به دست رژیم داده باشن. این کاملا طبیعیه. اقدامی که انجام شده یک اقدام غیر قانونیه، کاری که در آلبانی اتفاق افتاده، مسئولش حالا من نمیخوام بهش بپردازم کی پشتشه یا به چه چیزی، ولی این کار غیرقانونیه و در مقابل کار غیرقانونی مقاومت ایران با تمام قدرت با ابزار قانونی میسته. به لحاظ سیاسی هم اطلاعیه شورا باز همین رو تعیین میکنه، چون حمایت سیاسی از یک اقدام قانونی بر علیه
این اقدام غیرقانونی یکی از به اصطلاح لایه‌های مبارزه است، یکی از لایه‌های مقابله با این اقدام غیرقانونی هست. طبق قراردادی که همین آقای ادیراما نخست وزیر فعلی امضا کرده در سالهای پیش، متعهد شده که آزادی‌های سیاسی مجاهدینی که در آلبانی هستن تأمین شده بشه در یک جهان آزاد. کسی نمیتونه به کسی بگه تو فعالیت فلان فعالیت رو بکن یا فلان فعالیت رو نکن، فعالیت سیاسی منظورمه. در جهان امروز اروپا و فرانسه و جاهای دیگه، اینا همشون کشورایی هن که به صلاح کشورایی هن که به قانون متعهدن و به کنوانسیون های بین المللی متعهدن. طبق اون کنوانسیون ها هیچ کار غیرقانونی انجام نشده در اشرف سه و تهاجمی که بهش شده یه کار غیرقانونیه طبق اون کنوانسیون ها. و طبیعتاً شورای ملی مقاومت با اطلاعیه خودش چتر سیاسی لازم برای مقابله قانونی با این اقدام غیرقانونی رو فراهم میکنه. حالا نمیدونم دوستی الان نوشتن شما در جریان هستید یا نه که وزیر کشور آلبانی هم برکنار شد. بله من در جریان هستم. بله در جریان هستم. دانش من اونقدر نیست که بفهمم چیه یا اصلا، من فقط اینو میدونم که آنچه که باید دید نباید تا نوک دماغش آدم ببینه. باید ببینیم که رژیمی هست، آمریکایی هست، برجامی هست، اسرائیلی هست، میگم اسرائیل هم هست البته، فرانسه‌ای هست، همه اینا هست، اینا رو باید دید. حالا اینکه اینجا بلند میشن میرن اونجا، خب آلبانی بالاخره معلومه دیگه بلا سیاسی وضعیتش مشخصه و زیاد فهمش پیچیده نیست. این اون چه که اتفاق افتاده اونجا گفتن به زبون آوردن. یکی از بیننده ها هم یه نکته که اشاره داشتن قابل تحمله که میگه این بلوفیه در واقع که رژیم زده تا ایجاد ترس و نگرانی در کانونهای شورشی ایجاد بکنه تا از اون حالت تهاجمی خودشون عقب نشینی بکنن، که خب رژیم از همه این ترفندها استفاده میکنه. ببینید برای تظاهرات هم همین بود دیگه، تظاهرات پلاس ووبان. خب بالاخره اقدام فرانسه میتونست باعث بشه که خیلی‌ها نیان، کمان که یه سری هم نیومدن. با این تظاهرات میتونست خیلی بزرگتر برگزار بشه. خب اینا تمهیدات دشمنه، دشمن آروم نمیشینه که، بیکار نمیشینه که همشون طبیعتاً. ولی کانون شورشی هم یک مسئله نیستش که، ببینید یه نکته در رابطه با کانون شورشی خیلی مهمه فهمش. کانون شورشی یه چیزی نیستش که ساخته و پرداخته و یا اختراع مقاومت ایران و مجاهدین باشه. ببینید این خیلی مسئله مهمیه. مثلا انگار که فرض کنیم مثلا ما مثلا سازمان مجاهدین در پاریس مثلا یه انجمن دانشجویان فرانسه درست میکنه، درسته؟ این یه چیزیه که به هر حال یک ساختاریه که به هر حال به نوعی در حاشیه سازمان مجاهدین فعالیت میکنه. کانون شورشی نیاز و الزام مردم ایرانه. یعنی اگر سازمان مجاهدینی هم نبود، امروز یا 100 سال دیگه یا 200 سال دیگه یا 500 سال دیگه، تنها راه سرنگونی این رژیم وجود آنتیته ها یا پدیده‌ای که حالا اسمش کانون شورشی یا هر چیز دیگه، یعنی جمعی از جوانان و مردم و کمتر جوانان داخل خاک ایران که میخوان قیمت بدن، بها بدن و این رژیم رو با زور بکشن پایین، سرنگون کنن، با قهر بکشنش پایین. این نیاز تاریخی مردم ایرانه، نیاز تاریخی جامعه ایرانه. نون و آب ندارن، زندگی ندارن، ازدواج نمیتونن بکنن، دیگه غذا ندارن چه بخورن، آب ندارن، هوا ندارن. مشکل مال اون مردمه. مردم میخوان از دست آخوندها خلاص شن. این خواستشون تبدیل میشه به یک سری آدم از جان گذشته، درسته؟ اینو کسی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچی نمیتونه جلوی هر کاری از این کارهای رژیم بکنه، فرانسه بکنه، یه روزی یه همچین پدیده این رژیم رو پایین خواهد کشید، امروز، فردا یا 500 سال دیگه. غیر از اینم راهی نیست. با چراغ زدن و برف با کن روشن کردن و با اینکه سپاه میاد انشالله آدم های خوبشون میان ما رو نجات بدن، با اینا رژیم عوض نمیشه. سپاه آدم خوب توش نیست. اگر هم کسی توش باشه که با خامنه ای مخالفه، از خامنه ای بدتره.
بهتر نیست. پس این یه نیازه، یک پدیده بومیه. کانون شورشی یک پدیده که برخواسته از ماهیت رژیمه، یعنی استراتژی نبرد مسلحانه برای سرنگونی. حالا مردم ایران این شانس رو دارن یا تقدیر در این بوده که سازمان متشکلی وجود داشته باشه که اراده این رو داشته باشه که این مبارزات رو سازماندهی بکنه، توانش رو داشته باشه، ابزارش رو داشته باشه و این سازمان قادر باشه قیمتش رو بده. یعنی مجاهدینی باشن، یعنی آدمایی باشن، ایرانیانی باشن که نون و آب نخوان، زن و بچه نخوان، دنبال ماشین و خونه و زندگی نباشن. مسئله شو اینه که برن اون جوونا رو بگیرن، سازماندهی کنن، بهشون یاد بدن چطوری با این رژیم بجنگن. پس این یه پدیده یه که اصالتش در داخله نه در خارج. سازمان مجاهدین، مقاومت ایران یک کاتالیزورن، یک ابزارن برای سازماندهی مقاومتی که در داخل هست و نیاز مردم هست و تنها راه خلاص شدن مردم از دست رژیمه. اگه اینو ما بفهمیم میدونیم هیچ چیزی این شعله رو نمیتونه خاموش کنه، نمیتونه کمرنگ بکنه، برعکس همه این کارا این شعله رو افزوده تر خواهد کرد. بله، مرسی از شما. دوستانی که میخواستن بدونن چقدر تا پایان برنامه مونده بوده، 10 دقیقه دیگه برنامه ما تموم میشه. یک سوالی که دوستی الان برای ما نوشتن اینه که رابطه بین حمله به آلبانی و اسناد به دست اومده از وزارت خارجه رژیم هست. صداتون قطع شد. صدامو دارید الان؟ رابطه بین حمله به سفارت به حمله آلبانی، بین حمله به آلبانی صورت گرفته و پیش از اون اسنادی که توسط سازمان از وزارت خارجه رژیم به دست اومده بود، رابطه بین این دو هست؟ تحقیقاً که من نمیدونم، تحلیلاً میشه گفتش که کار هک و هکری با کامپیوتر انجام میشه و احتمالاً یه سری تصور میکردن که این کار اونجا انجام میشه، که خب میشه یه همچین رابطه رو تصور کرد. اینکه چقدر واقعیه، نه من اطلاعات و دانشش دارم، نه فکر میکنم اونای دیگه بتونن داشته باشن. و من فکر میکنم که برخلاف تصور همه، اگر میشد با کامپیوتر، اینم باز تحلیلاً میگم، اگر میشد با کامپیوتر از خارج از مرزهای ایران و فقط از طریق اینترنت خونه خامنه‌ای و رئیسی و این و این و اون هک کرد، خیلی ها هستن که کامپیوتراشون خیلی قوی تر از مجاهدینه، کامپیوتریستاشونم هکراشونم هزاران بار قوی تر از مجاهدینن و این کارو میکردن. من فکر میکنم که این کارا نه ربطی به کامپیوتر داره نه ربطی به هکر داره، یعنی اینا ابزارش هستن، اصلش عنصر انسانیه که اون عنصر انسانی هم به نظر من تو خارج کشور کاری ازش بر نمیاد. البته به شخص فکر میکنم خب رژیم در سوزشی که براش ایجاد شده بود، اگه دستش برسه که خب هر کاری میکنه علیه مجاهدین و بعد از اون هک و اون ضربه محکمی که خورد، خب باره خیلی خوشحال شد که پلیس آلبانی حمله کرد، چون این حمله کرد به بچه های ما که در نهایت هم متاسفانه منجر به شهادت فرمانده افشین شد. و جالبه که حالا یادی کنیم از فرمانده افشین که ایشون شاید از یک طرفی هم بسیار سعادتمند بودن که در خارج از کشور در خاک اروپا در روز 30 خرداد بعد از اینکه بارها و بارها عملیات در داخل کشور علیه رژیم انجام داده بود، اما در نهایت در خاک اروپا در 30 خرداد به شهادت رسیدن که یادشون گرامی. آقای درگه فرمایید شما اگه صحبتی دارید. در ارتباط با فرمانده افشین میخواستم بگم ولی ترجیح میدم سکوت کنم، چون میشناختمش و بالاترین ارزشهاش عملیاتهای نظامیش نبود. من در یک صحنه فرمانده افشین رو در نبردی که در واقع در پهنه آرمانها و اندیشه ها بود خودم بودم و خودم دیدمش. نبردی که شاخصش این بود که پذیرش هژمونی زنان، که یک فرازی بود از انقلاب ایدئولوژیک خانم رجوی
و این انقلاب ایدئولوژیک رو اگر کسی دست کم بگیره، یعنی نمیتونه بفهمه که چرا این تشکیلات هست و روی این تنه و چرا آسیب ناپذیره. سرچشمه همه این قدرت ها و آسیب ناپذیرها همون تحول در اندیشه انسان هایی که خانم رجوی در واقع موتورش بود، تحول در اندیشه ها. و این تحول در اندیشه ها در دنیای خاکی و روی زمین یک فراز خیلی سختش پذیرش هژمونی زنان بود، یعنی بپذیریم که زنانی که کاراییشون کمه و کارایی ندارند تصمیم بگیرند به جای مردانی که کارایی داشتند و عادت داشتند به تصمیم گرفتن. و این برای کسی که پهنه اندیشه براشون پهنه قابل فهمی هست، چون برای خیلی عمقش کمه، ولی کسی که به این عمق میرسه که میفهمه نبرد در پهنه اندیشه قابل هزاران بار سهمگین‌تر و سخت‌تر از نبرد در پهنه ارتش و نظامی هست. شما در ارتش و نظام میبینید یه مزدوری که کارش آدم کشی هستش، مزدور که میگم نه به صفت زشتش یا بدش، مزدور این کسی که پول میگیره برای جنگیدن توی روسیه. خب اینا خیلی خوب میجنگن، آدمایی هن که عملیات های نظامی زیاد میکنن، راحت آدم میکشن، توپ و تانک بلدن، شلیک کنن، اینا هنراست برای کسی که کار نظامی. اونا خب آدمای بالایی بودن تو این زمینه یا هستن، برادر میفروشن هنرشونو. ولی میخوام بگم این پهنه اندیشه قابل مقایسه نیست با نبردهای نظامی، و صحنش رو من به طور مجزا در یک ویدیو تعریف خواهم کرد، خواهم گفت، چون من خودم اونجا بودم و یادمه که چقدر قدرتمند عبور کرد از این فراز و خیلی چیز بود، خیلی برای من قبل از هر چیز وقتی اسم فرمانده افشین اومد یاد اون صحنه افتادم که چطور با آرامش و طمأنینه از این عبور کرد که در صحنه‌ای که باید اجازه میداد که مسئول یا فرمانده زن تصمیم بگیره این اتفاق بیفته، که البته اون خواهر یا اون خواهر مجاهدی یا اون زنی که تو اون صحنه اون تصمیم گرفت خودش بعدن یکی از فرمانده های برجسته مجاهدین بود و در شد و در بمبارانی که آمریکا در اشرف کرد، اشرف یک، همراه با یک فرمانده مجاهد دیگه محبوبه صوفاف اسمش مریم بود، اینا هر دو اونجا جزو شهدای اون مرحله هستن، بمبارانای آمریکا. بگذریم از این مسئله، یاد فرمانده افشین بخیر. این رو در یک ویدیو به صورت جداگانه با تصاویر توضیح خواهم داد، برای اینکه مردم بدونن که اینها آدمایی بودن که تکرار نمیشند. بله، یادشون گرامی و سپاس از شما. ما حتما مشتاق شنیدن برنامه هستیم که قولشو به ما الان دادید. در دقایق پایانی برنامه هستیم، میسپارم به خودتون، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید. من تشکر میکنم از همه دوستان و میخواستم یه سنتی رو با هم پیش ببریم از حالا به بعد. همه کسی که صدای منو میشنون، دلم میخواد که من نباشم فقط که برنامه رو میذارم، دلم میخواد که دیگران هم مداخله بکنن، حالا یا بیان تو صحنه حرف بزنن یا اینکه با کامنت هاشون حرفای منو مستند کنن. این خیلی مهمه. وقتی که مثلا من یک کدی از تقی‌زاده میارم خیلی خوبه که اگر کسی میتونه لینکشو پیدا کنه، اون تیکشو، چون اینا تو فضای مجازی هست، و اینجا بذاره تا بتونیم برنامه‌های مستندی بذاریم و بتونیم تاثیرگذار باشیم. بدون سند نمیشه، تاثیرگذاری خیلی میاد پایین. وقتی من حرفای تقی‌زاده رو میذارم، وقتی حرفای آخوندی رو میذارم که میگه فرقه، یا وقتی که حرفای بهراد توکلی رو میذارم که یک پاسدار بسیجی است که تو لس آنجلسه، اینها وقتی آدم کلمه رو میشنوه بهتر تحت تاثیر قرار میگیره، به واقعیت دست پیدا میکنه. یک کار جمعی بکنیم توی این، یه سنتی که نیست توی لایوا به طور عام، ما این سنت رو جاری بکنیم. کاری که مجاهدین میکنن، همه کاراشون جمعیه، نقش فرد کمتر میشه. خواهش من از دوستان اینه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما، از وقت شما، صبر و حوصلتون و صحبتهایی که کردید استفاده کردین، و همینطور سپاسگزارم از تک تک دوستانی که در این لایو همراه ما بودن، از مدیر برنامه هم به همچنین که زحمت کشیدن این لایت رو باز کردن و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن.
من از همه تشکر میکنم. مرسی از همه. ممنون منم.